وقت بخیر. آقای شهریاری، ماجرا خیلی هم که شما ساده برگزارش کردین ساده نیست. بله. کدوم مجری تلویزیونی میاد روی آنتن تلویزیون بله. حرف از خانم گوگوش بزنه یا حرف از شهرام شب‌پره در شبکه جام جم؟ شما همچین چیزایی هم توی مونولوگتون بوده؟ میگن هرچی سنگ مال پای لنگ. خب ما یه برنامه ساختیم، تهیه کنندش هم خودم بودم، به اسم در دست گلی دارم. در دست گلی دارم. گلی دارم. خب بعد گشتیم دیدیم که آقای کوروش یغمایی یه آهنگی بعد از انقلاب که آلبومشون هم بیرون آمد، بله، خوانده بودن در دست گلی دارم این بار که بازایی. و چقدر تلاش کردیم، چقدر پیش این و اون رفتیم تو سازمان تا بالاخره به ما اجازه دادن که صدای ایشان رو به عنوان تیتراژ برنامه استفاده بکنیم. حالا تمام این زحمت ها به کنار، برنامه ما عرضم به حضور ما برنامه ما یه مسابقه بود. مسابقهش هم اینجور بود که دو نفر همزمان می اومدن روی خط، اینا با همدیگه رقابت میکردن، سوال ما میکردیم، یکیشون جواب میداد یکیشون جواب نمیداد، حذف میشد، نفر بعدی که پشت خط بود میومد جای اون حذف شده، همینطور ادامه پیدا میکرد تا برنده مشخص بشه. ما اولین برنامه، بسم الله الرحمن الرحیم، مثل جناب عالی، بینندگان عزیز، این برنامه اسمش در دست گلی دارم، خوش آمدید، ببینیم کی پشت خطه. بعد از پشت خط سلام، من شهرام هستم. آقای شهرام شب‌پره. بعد گفت خیلی خوب، سلام علیکم، حال شما چطوره؟ به به، هنرمند عزیز. بعد اونورم یه خانومی بود از لس آنجلس تماس گرفته و شبکه جام جم با هم رقابت کردن و اونم گفتش که اینجوری. و بعد حالا من خواستم یه ذره از سر قضیه رد بشم، اون خانم گفتش که به شوهرش پشت تلفن، بیا بیا رقیب من شهرام شب‌پره. بعد تو اون مدت هم ناظر پخش و اینها، ناظر پخش که هیچی، مدیر پخش اونجا تو استودیو بود. ای بابا. خب همکار من توی اتاق فرمان میگه این شهرام شب‌پره است. بعد مدیر پخش مثل اینکه نمیشناخت اصلا شهرام شب‌پره کیه، گفت تو هر کی باشه بده تو. این هم گفتون وقتی مدیر پخش میگه داده بود دیگه، صدا رو باز کرده بود و ما مصاحبه کردیم. بعد تموم شد، اومدم بیرون، مدیر پخش گفت مرد حسابی، حالا ما حواسمون نبود، تو چرا میگی هنرمند عزیز؟ گفتم چیکار کنم، من بگم خودت خواهر مادر نداری، برای چی اومدی رو آنتن من؟ تو من چی بگم؟ خب هنرمنده، مردم دوستش دارن. اینجا اون موقع که دانلود و اینا نبود، نوارشو مردم خرید و فروش میکنن. خب آقای شهریاری این فوش بدم بگم چرا اومدی رو خط؟ واقعا یه مجری حرفه‌ای اون لحظه چیکار باید بکنه؟ هیچی، باید همین کاری که من کردم بکنه. شما الان چیکار میکردی؟ در به نظر من الان اومده رو خط، خودش هم معرفی کرده، من بگم حالا من شاید با این آدم حسابی چرا میای رو خط ما؟ مردم دوستش دارن، صداشو میشنون. خب حالا اون یهویی اومده رو آنتن و این اتفاق، شما کاغذ نمابر رو، فکس رو برمیداریم میخونیم میگین اینو خانم فائقه آتشین، خانم گوگوش برای ما فرستادن. خب این که دیگه اتفاقی نیست. ببین همین دیگه، بستگی داره. ببین واقعا خطوط قرمز ما سیاله، خب مشخص نیست. من اگر بدونم الان خط قرمز برنامه رضا رشیدپور اینه، مشخصه، از قبل تعریف شده است، من سعی میکنم که از این خط عبور نکنم. اما وقتی که سیال مشخص نیست، فرق میکنه با نظر استاد. شما با هر خط قرمزی در نظر بگیرین، این اسم حالا جز خط قرمزه. دارم میگم دیگه. خب گوش کن حالا. بعد الان میگن این سیاله، بعد با نظر هر مدیری فرق میکنه. این مدیر پخش میگه نه بابا بگو، اون میگه نگو، این برای جلو بردن برنامه هاش میگه ممنوع، اون میگه نه آزاده. بعد مدیر یکی از گروه های
تلویزیون خدا میدونه این من گفتش که ما که نمیتونیم بیایم بگیم اینجوری اجرا کنید، ما مدیریم باید بگیم نکنید، ولی شما باید این خطوط رو بشکنید که آره این خطوط رو بشکنی که بیننده ما بیشتر بشه. خدا شاهده اینو خود این مدیر. حرفو به شما زده آره. خود این باره. مدیر صاحب منصب سازمان بله جالبه. بعد اینو به ما گفتن. حالا شب قبل برنامه من آقای میان توی برنامه فکس آقای بهروز وثوقی رو میخونن، هیچ ایرادی هم نمیگیرن. یه مجری دیگه؟ بله بله. چی بوده؟ اسمشو نمیخوایم بگیم؟ نمیتونم بخواید بگم. آره اگه از شما ایراد نداره. آقای شریفی نیا، محمد رضا شریفی. آره آقای شریفی نیا شبا هنگام بود فکر کنم اسم برنامه شو. ببینید ما شبکه جام جم برنامه زنده داشت، هر شب یک نفر اجرا میکرد، نزدیک انتخابات جام جم بود. بینندگان شما بدونن که جام جم میومد از مخاطبانش نظرسنجی میکرد که بهترین مجری از نظر شما کیه، یادمه بعد. و بعدن مردم بهترین مجری و بهترین گوینده خبر و بهترین بازیگر اینا که جشنواره میذاشتن آره، جایزه میداد. بعد شب قبل من آقای شریفی نیا برنامه اسم بهروز وثوقی رو میاره، اتفاقا اسمشو میاره، علاوه بر این که اسمشو میاره رو آنتن باهاش صحبت هم میکنه. یعنی آقای وثوقی میاد رو خط با شریفی باهاش هم صحبت میکنه. خب بعد شب بعدش من فکس خانم فائقه آتشین رو با همین اسم، اسم اصلیش نه اسم مستعارش میخونم. برای من مشکل میشه، من یه سال ممنوع میکنن ولی برای ایشون مشکلی پیش نمیاد، چون بعدن میرن توی مراسم غیر و غیر شرکت میکنن، برای ایشون مشکلی پیش نمیاد ولی برای من ولی شما پیش. یک سال به خاطر اسم خانم گوگوش ممنوع کار شدی. اسم خانم فائقه آتشین اسمش رو نگفتم. بعضیام نمیدونن اصلا فائقه آتشین کیه. آره من به اسم اصلی خودش. یعنی آقای شهریاری اینو به توصیه اون مدیر محترم برای افزایش بینندگان شبکه جام جم این کارو انجام دادی؟ توصیه اون نبود، اون یه مدیر دیگه بود. آها. ولی اینجا دستگاه فکس رو گذاشته بودن توی استودیو که بدونن که ما چقدر مخاطب داریم و اینقدر برای برنامه من فکس می اومد که من یک بار دور استودیو رو از این رولا هم بود، تیکه تیکه نبود کاغذ آچار، من یه دور استودیو رو اینطوری دور زدم، گفتم این فکس های الان ماست، اگر همه رو نمیتونیم بخونیم شما بر ما ببخشید. خیلی برنامه شما آره. خیلی مخاطب بعد یه دونش رو خوندیم، ما رو یه سال ممنوع کردن. اون خونده باهاش هم صحبت کرده، هیچ کاری به کارش نداشت. یعنی برخوردها متفاوته یا نفوذ آدمها فرق داره؟ برخوردها متفاوته، خطوط سیاله، خطوط مشخص نیست، باید خودت بدونی که اینقدر خودسانسوری داشته باشی که تمام مخاطبات رو از دست بدی و سمون بکم اونجا بشینی، مثل اکسسوار صحنه، مثل این لیوان اونجا بشینی، اون دیگه میشه مجری آخه و نمیتونه بیننده جذب. آره. اگر اینطوری بشینی تا ابد و ده شما مجری. الان تا حدودی بحثتون در مورد افزایش بیننده منطقیه، چون وقتی اتفاقات اینچنینی در یه برنامه میفته بیننده اصلا کنجکاو میشه ببینه چه اتفاقی داره تو اون برنامه. فکسو نذارین اصلا تو استودیو، الان که دیگه اصلا خودتون خوندین تایید کردین بیارین ما میخونیم. الان اصلا نامه مجنون به حضور لیلی دیگه میرسه اینترنتی و ایمیلی، فکسو اینا جمع شده قبلش میشه کنترلش کرد.